سلام، امروز دوشنبه 20 آبان ماه، من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. رئیس جمهور امروز در جمع مردم رفسنجان گفت آب آشامیدنی و صنعتی کرمان برای 30 سال آینده از خلیج فارس و دریای عمان تأمین می شود و در سال آینده اولین قسمت آب به کرمان وارد می شود. امروز فاز اول کارخانه احیای استیل شهرستان بافت با حضور رئیس جمهور، سرمایه‌گذاری 6000 میلیارد ریال، ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی و ایجاد 250 شغل مستقیم افتتاح شد. کارگران ارگ قدیم بم با قبول کردن وعده پرداخت معوقات حقوقی خود تا پایان آبان ماه از طرف مدیر کل میراث فرهنگی استان به تجمع خود پایان دادند. کمالی پور نماینده مردم جیرفت و انبرآباد در مجلس خواستار سفر رئیس جمهور به جنوب کرمان و جدایی این قسمت از استان شد تا به عنوان یک استان مستقل به آن نگاه شود. اردکانیان وزیر نیرو در زرند گفته جمعیت تحت پوشش سیستم‌های فاضلاب استان کرمان از متوسط کشور پایین‌تره و باید تلاش بیشتری برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی در اجرای پروژه‌های فاضلاب این استان صورت گیرد. سلطانی مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان خبر منتشر شده در خصوص کمبود کالا در انبارهای این جمعیت را رد کرد و گفت در انبارهای هلال احمر به اندازه 1% جمعیت هر منطقه کالای دپو وجود دارد. جمعیت شهر کرمان در ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن بالای 100 هزار نفر بوده، به همین دلیل راه شهرسازی عهده‌دار انجام این طرح در کرمانه. حاجی زاده سرپرست این اداره میگوید نیاز شهر 5000 واحد مسکونی است. بنابر اعلام اداری هواشناسی برای مناطقی از شمال، شرق و جنوب شرق استان طی دو روز آینده وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود. شما هم میتونید سوژه های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sanews1 و از طریق اینستاگرام به آیدی @kermanunderline9 و همچنین از طریق واتساپ شماره 935 344005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.